أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح بإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. در اوائل این سوره سخن از ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه بود. جعل در قرآن کریم یا تکوینی یا تشریعی. جعل تکوینی در بسیار از آیات ناظر به مسئله خلقت است که فهمون جعل شمس ضیاء و مانند آن. در باره پیدایش و پرورش منظومه شمسی سخن از جعل است. در کیفیت تنظیم شب و روز سخن از جعل لیل و نهار است و مانند آن. این جعل تکوینی است. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه هم از همین قبیل است. یعنی در نهان انسان، در نهان انسان دو تا دل نیست. این ناظر به جعل تکوینی. اما درباره ما جعل ازواج کن و مانند آن، این جعل تشریعی است. یعنی خدای قانون را قرار نداده. این قانون های جاهلی را خدا امضا هم نکرده. نظیر اون چه که در سوره مبارکه مائده آیه 103 دارد: ما جعل الله من بهیرت ولا صائبت ولا بصیرت ولا هام. اون تحریم های بیجا، تحلیل های بیجا که در جاهلیت راجع به دام ها داشتن، اون را خدا جعل نکرده. نفی جعل یعنی امضا نکرده اینها را. شما این قوانین را که خدا امضا نکرده طرح میکنید، این میشه بدعت. این راجع به مسئله جعل است که فرمود ما جعل الله لرجل مقدر. اما درباره ازواج نبی که فرمود ازواجه امهاتهم، این با نفی جعل هماهنگ نیست. در این آیه، یعنی در آیه 6 سوره مبارکه احزاب، فرمود که و ازواجه و امهاتهم، همسران پیغمبر مادرهای امت اسلامی هست. در حالی که در سوره مبارکه مجادله در جریان زهار که در صدر همین سوره احزاب هم مسئله زهار مطرح شد، در اونجا آیه دوم به این صورت است: الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم این امهاتهم الا اللائی ولدنهم. خب ظاهر اون آیه دو سوره مجادله که هماهنگ با مسئله زهار اول سوره مبارکه احزاب است، فرمود خدا تنها زنهایی را مادران شما قرار داد که شما از اونها به دنیا آمدی و کسی که شما را به دنیا نیاورد مادر شما نیست. حاصل فرمود این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادران مردم فقط زنهایی هستند که اونها را به دنیا آوردن. در آیه سوره مبارکه احزاب آیه 6 می‌فرماید که و ازواجه امهاتهم، این باید هماهنگ بشه با اون البته یه عام است. اون ناظر به مسئله تکوین است و در ابطال مسئله زهار حکم تشریع دارد و قابل تخصیص هم هست. هر عام قابل تخصیص است، هم مطلق قابل تقیید است. این جعل تشریعی ناظر به مسئله همسران پیامبر است که
که همسران اون حضرت به منزله مادرهای شما هستند، هم باید احترام اونها رو حفظ بکنید، هم نکاح با اونها حرام است. مؤید این که مسئله تنزیل فقط در مدار احترام و حرمت نکاح است، این است که در همین سوره مبارک احزاب به هر دو حکم اشاره کرده، فرمود به این که حق ندارید با همسران پیامبر بعد از ذهلت اون حضرت ازدواج کنید، ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا. پس مرمش حرمت نکاح دارد و در غیر حرمت نکاح هم تنزیل نشده، لذا فرمود که اگر شما کاری دارید، مطلبی رو خواستید سوال کنید، من برای حجاب سوال کنید، فسألوهن من برای حجاب. خب اگر همسران پیامبر به منزله مادر انسان باشند که محرمیت را هم در این تنزیل بفهمیم، دیگه من برای حجاب لازم نیست. طبق این دو قرینه معلوم میشه که اون چه که در آیه 6 سوره احزاب آمده است که فرمود و ازواجه و امهاتهم، این معلوم شد منحصرا درباره حرمت نکاح است. و قرینه این که فرمود ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا که در همین سوره مبارکه احزاب هست، این معلوم شد که این حرمت نکاح را دارد بازگو میکنه. از اون که فرمود اگر مطلبی دارید میخواد چیزی از اینها بپرسید، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، که آیه 53 همین سوره مبارکه احزاب است، فرمود والله لا يستحيي من الحق، و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. معلوم میشه محرمیت در بین نیست، این تنزیل محدودش حرمت نکاح است. پس این که در سوره مجادله که هماهنگ با اول سوره مبارکه احزاب است که مسئله زهار رو مطرح میکنه، در اونجا حصر فرمود که این امهاتهم الا الله ولدنهم، یعنی جعل نشده، حکم تشریعی نیست، حق مادری فقط مال اون زنهاییست که شما را به دنیا آوردن. از این عموم همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم خارج شدن به تخصیص، اونم در خصوص حرمت نکاح، نه در محرمیت و نه در مطالب دیگر. برای تأیید اینکه خصوص حرمت نکاح است یک، در محرمیت نیست دو، دو تا آیه در همین سوره مبارکه احزاب است که به این دو حکم فقهی نظر دارد، یکی ولا ان تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا که روشن میکند که حرمت نکاح امریست مسلم، دوم این که محرمیتی در کار نیست، فرمود به اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. چون عموم تنزیلی در کار نیست، با این آیات جلوی هر گونه عوام فریبی عموی ها را گرفتن. یکی از همسران پیغمبر دختر ابو سفیان بود به نام ام حبیبه، این ازواجه و امهاتهم این عموم تنزیل نداشت و ندارد تا معاویه عوام فریبی کند، به خود را به عنوان خال المؤمنین معرفی کند و از این فرصت سوء استفاده کند که من داعی مؤمنینم، برای اینکه خواهر من همسر پیامبر است. وقتی او همسر پیامبر بود و ام المؤمنین بود، من میشم خال المؤمنین. خب اون کسی که به این آیات فقهی و احکام فقهی و تفسیر قرآنی هم آشنا نیست، خب میپذیره، میاد وقتی که خواهر این مادر ماست، پس خود او هم دایی ماست. این عوام فریبی را خب اهل بیت جلوش گرفتن، فقه های شیعه جلوش گرفتن و مانندون، دیگه سخن از خال المؤمنین بودن و امثال ذلک مطرح نیست. چرا دیگه؟ مادامی که حرمت پیامبر را حفظ بکنند، چون خود همین سوره مبارک احزاب فرمود رازش اینه که شما این حرمت را از خودتون نداری، از وجود مبارک پیامبر داری، لذا به همون نسبت که ما شما را محترم شمردیم، اگر خدای ناکرده پاتون بلغزد، گناه شما دو برابر گناه دیگران است.
که بعد خواست خدا تو همین سوره مبارک احزاب خواهد آمد که لستن نکهد من النساء، اگر چون که یکی از شماها پاتون برغزد و اشتباه بکنید و بیراه بروید، دو تا کیفر دارید. یکی این که خود این عمل خلاف را انجام دادی نظیر حضور در جریان جنگ جمل، یکی هم حرمت بیت پیامبر رعایت نکردید. لستن که عهد من النساء ناظر به همین است که اگر یکی از شما کردید دو برابر ضعف گناه دیگران شما گناه دارید. پس این ام المؤمنین بودن مادامی است که حرمت بیت نبوی رو اینا حفظ کرده باشن. این آیه به صورت روشن دلالت میکنه. خب نه، چه شرافت ذاتی است؟ فرمود مادامی که بیت رو حفظ میکنید، فرمود اگر کسی از شما گناه بکند دو تا گناه دارد، یکی این که خود گناه رو مرتکب شده، یعنی این که حرمت بیت نبوی رو حفظ نکرده. خب یا کسی که مبتلا شد به جریان جنگ جمل دو تا گناه کرده. در این قسمت که فرمود ادعوهم هم لا باهم و اقصد حکمش گذشت که این اقصد تعیینی است نه اقصد تفضیلی که مطلبش مشخص بود. اما درباره ازواج نبی که حکمش گفته شد، مسئله النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این برای بیان اون ساختار سیاست و نظام سیاسی است که در مدینه میخواد شکل بگیره. در بعضی از جبهه ها وقتی که حضرت دستور میداد برید، یعنی میگفتن بریم از پدرمون اجازه بگیریم، از مادرمون اجازه بگیریم. میفرد بعد خب اجازه گرفتن پدر، اجازه گرفتن مادر، تأمین رضایت اینها تو مسائل عادی مطرح است. اما وقتی یه امر حاکمی آمد، نه حاکم یعنی والی مسلمین، حکومت فقهی، دلیل حاکمی آمد که انسان دیگه به سراغ اذن پدر مادر نمی رود که امر وجود مبارک حضرت وجوب تعیینی میاره. بعد حضرت فرمود غزوه تبوک در پیشه، باید برید، دیگه نباید بگید به این که ما از پدرمون اجازه بگیریم. النبی اولا بالمؤمنین، این متعلقش هست شد، یعنی اولاست از پدرتون، از مادرتون، از همه بستگانتون. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، خب از خود شما بالاتر خود پیامبر است، چرا صد به بستگان دیگه. یه بیان نورانی از هست همین سلام الله علیه هست که مسئله اهم و مهم را تو هر جریان بازگو میکند. فرمود رخدادهای تلخ که پیش آمده، شما در سنگر با زندگی کنید. سنگر اول سنگر مال است که به وسیله مال مشکلاتتون را حل کنید. سنگر دوم سنگر جان است که به وسیله جان دینتون را حفظ بکنید. پس در سنگر اول به وسیله مال تلاش و کوشش میکنید، جانتون رو حفظ میکنید. در سنگر دوم به وسیله جان دینتون رو حفظ میکنید. در سنگر سوم مسئولید، برای اینکه تا زنده اید که دفاع کردید و اگر هم که مردید که شهید خواهید بود. اذا نزلت ملیه فجعلوا اموالکم دون انفسکم، و اگر نازل جلو اومد فجعلوا انفسکم دون دینکم، این میشه ترجیح اهم بر مهم و مانند. وقتی انسان مرد بالاخره احدل حسنین نصیبش میشه، یا فاتح است یا پیروز، دیگه تا زنده است مشکل پیدا نمی کند. اون بیان نورانی هست همین از همین آیه گرفته شده، برای اینکه وقتی گفته شد النبی و اولا یعنی دین سنگر سومه، شما تو سنگر سوم بالاخره یا شهیدید یا پیروز، اهدل حسنین نصیب شما می شود. فجلو انفسکان دون دینکم، اصحاره دین به صورت پیامبر میاد. اگر بفرماد قرآن همین است، اگر بفرماد احترات همین است، اگر بفرماد پیامبر همین است، اگر بفرماد دین همین است، مجموع همینه دیگه. چون وجود باره پیامبر من چیزی جز وحی که نمی گوید. خب بله همین است، برای این که اینا همه اینها باید فدا و اونها بشه تا دین محفوظ بشه. در حقیقت همه اینها رو انسان به مقام قرب میرسانه، هیچ کدوم رو از بین نمیبره.
این چنین نیست که اینها رو رها میکنه، اینها رو به مقام برتر میرسونه. همه افراد مؤمن تو بهشت هستن، اما همه اینها با خانوادهشون نیستن، یک گروهی هستن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. برخی از اون مؤمنین خالصن که با اهل و عیالشون در بهشت سر میبرن، گرچه اونجا سخن از فرزند نیست، بلکه همه از خاک برمیخیزن، کسی والد دیگری، کسی مولود دیگری، ابو ابن در کار نیست. ولی به علاقه ماکان است، کسانی که در دنیا یکی پدر بود یکی پسر، اعضای خانواده با هم مأنوس بودن، برای حفظ همین انس در قیامت فرزندان در کنار آبا و اجدادشون در بهشت در یک جا به سر میبرن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. این البته مال همه نیست، و اونی که اهلش فرزندش و همش رو فدای اهل بیت میکنه، این در حقیقت یک زندگی جمعی، حیات ولایی جمعی داره. خب النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، دیگه بالاترین تعبیر همین دیگه، از جان ما عزیزتر که چیزی نیست، او میشه جان جانان. و سر این هم تو بحث دیروز گذشت که این تعبیر تشریفاتی نیست که میگیم جان جانان، واقعا یعنی واقعا جان جانانن، برای اینکه الان تمام حرکات دست و پای ما را جان ما میفهمه، به تمام خطورات جان ما را اون جانان مثل وجود ما را که استعاری است میفهمن. خب میشه جان جانان دیگه. حضور اون حضرت در ارواح ما مثل حضور روح ماست در ابدان ما. خب این همچنان موجود، البته اولا بالمؤمن و انفسهم هستند. این طور نیست که حالا فرشته ها گزارش بدن تا حضرت بفهمد. فرشته ها وظیفه خودشون رو دارن، ان علیکم لحافظین کرام کاتبین. اما اون که جان جانان است کاملا مستحضر است، کاملا مطلع است که بر جان ما چه میگذرد، لذا باید این جانها رو فدای او کرد. فدای او کرد یعنی متقربا الله، این رو بالا برد، چیزی رو انسان از دست نمیدهد. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. همین بیان نورانی رو وجود مبارک پیغمبر در خطبه قدیر قرائت کردن، خوندن، تفسیر کردن، از مردم رأی گرفتن که آیا این هست یا نیست، همه گفتن آری. همون سمتی که من نسبت به شما دارم اولا بالمؤمنین من انفسهم، من کنت مولا فهذا علی مولا، این شده بیان الرشد. این بیان الرشد را ما باید همچون زنده نگه بداریم. سالی که به نام سال امام علی صلوات الله و سلام علیه بیان شده، بسیاری از فضلا و دانشمندان ایران چه حوزه و چه دانشگاه به تبعیت راه القدیر و راه المراجعات و اینا حرکت کردن، یه 18 جلد کتاب نوشتن، فضلای کاخ ادام کردن. اینها کار امام شناسی است، امامت است، حفظ ولایت است، اینا راه اساسی است. اما راه های دیگر راه نیست که به مقصد برسد، چون دیگران هم همین تندی ها را دارن. خب اون سال بار برکتی بود، مرحوم علامه امینی رضوان الله به تنهایی دور نوشت، اینجا هم فضلای حوزه به دانشگاه به اندازه خودشون 10-12 جلد کتاب درباره وجود مبارک از تمیر و ولایت و امامت نوشتن. این راه اساسی است. وجود مبارک پیغمبر در قدیر این جمله ارست و اولا بکن من انفسکم را خونده، از مردم اقرار گرفته، فقط من کنتم مولا فازا علی مولا. خب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، که این بیت را، این حرمت بیت را باید حفظ بکنن. در جریان میراث برای تشویق در صدر اسلام با هجرت ارث می بردن، با ایمان ارث می بردن. اون روز اینطور نبود که اعضای خانواده همشون مسلمان باشن. کم کم که خانواده سامان پذیرفت و اعضای خانواده مسلمان شدند و مؤمن شدند، حالا که مسئله هجرت به پایان رسید، مسئله حرکت از مکه به مدینه پایان رسید و امثال ذالک، دیگه اولوالارحامه بعضهم اولا بعضهم، مسئله ارث و طبقات ارث با همین آیه روشن شده است. میراثی که تا کنون بر اساس هجرت و بر اساس ولایت سهم بندی می شد،
اصل ارث آمده اونها رو ترک کرده، اما آیات که طبقات ارث داده کرده، طبقه اولا و ثانی و ثالثه، آمده این متن را تفصیل داده که این دو مرحله بحث است. یه مرحله بحث که میراث دیگه به هجرت و به موالات در دین توضیح نمی شود، به رحامت توضیح می شود، این یک. و چگونه به رحامت توضیح می شود که سه طبقه هستن، او را آیات ارث مشخص کرده. این دو مسئله میراث اول هم برای اینکه اعضای خانواده هم مسلمان نبودن، هم برای تشویق بود، اما از این به بعد دیگه خانواده سامان پذیرفت، فهمود به اولو الارحامه بعضهم اولا بعض که اولویت تعیین نیست، دیگران ارث نمیبرن، یعنی کسی که رحم نباشد ارث نمیبرن. برای حفظ خانواده یک، و برای که محور اصول خانوادگی رو رحم و مهربانی باشه دو، از همین جهت مادر مدار خانواده شد نه پدر، گرچه هزینه ها را پدر تعیین میکنه، مسکن را پدر تعیین میکنه، اما سکینت را مادر تعیین میکنه که انفسکم ازواجن لتسکنوا الیها. لذا این ها میشن ارحام، اسلاب نیستن، ارحامن، چون همه شون به یک زن وابستن، به رحم وابستن، نه به صلح، گرچه به صلح وابستن، به رحم وابستن، نه رحم بی صلح است، نه صلح بی رحم. اما اون چه که اساس خانواده را سامان می‌بخشد رحم است نه صلح. رحامت و مهربانی و صفا و دوستی است که خانواده را حفظ می‌کند. این زن است، این مادر است که محور اساسی خانواده و ارحام و سله رحم و ماننده خواهد شد. وگرنه تو نسل گذاری هم میبینید بگین از اسلاب فلون شخص است، این درست است، اما سله صلب نیست، سله رحم است. اون که خانواده را حفظ میکند رحامتی است که از رحم مادر نشأت گرفته، نه صلابتی که از صلب پدر نشأت گرفته باشد. فهمد با اولو الارحامه بعض هم اوزا بعض هم فی کتاب الله. آیا این فی کتاب الله مخصوص جمله سوم است یا اول دوم را هم میگرد؟ گرچه قدر متیقن اون قیدی که بعد چند جمله آمده جمله اخیر هست، ولی احتمال این که به هر سه قسم بگرد، یعنی این فی کتاب الله به نحو تنازع، تنازع یعنی تنازع، مفعول واسطه باشد برای هر سه فعل هست، برای هر سه جمله هست. النبی اولا بالمؤمن من انفسهم فی کتاب الله، و ازواجه امهاتهم فی کتاب الله، و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله. وجه اول که این متعلق باشد به این قسم اخیر، محل واسطه باشد برای قسم اخیر، این بر اساس قدر متیقن است. اما بر اساس قواعد به شواهد دیگر که همه اینها در قرآن ثابت شده، در کتاب الهی ثابت شده، در عرش الهی تثبیت شده که از اونجا نازل شده، کتاب چه کتاب آسمانی باشه چه کتاب قرآنی باشه که اینم آسمانی است، همه اینها در آن تثبیت شده است. بنابراین درست است که اگر قیدی بعد از چند جمله آمده قدر متیقنش اون جمله اخیر است، ولی اگر شواهد خارجی تأیید کرد که به هر سه برمیگردد، باید به هر سه ارجاع داد. و هران چنین می شود که النبی اولا بالمؤمن من انفسهم فی کتاب الله، و ازواجه امهاتهم فی کتاب الله، و اولو الارحام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، اولا هستند من المؤمن و المهاجرین. بعد بفرماید به این که شما حالا وصیت حق شماست، یعنی ذات اقدس را انسان را تا ثلث اجازه داده، وقتی که مرد اول دین است، بعد ثلث است، بعد ارث. فرمود شما می توانید نسبت به ارحامتون که اینها در این طبقه نیستن وصیت کنید، ثلث از مالتون رو به اونها بدید، این مجازی. ولی از باب ارث نیست. چه از باب ارث نیست؟ گفته شد که الا ان تفعلوا استثناء منقطع است. و اما اگر نسبت به جامعه کسی حساب بکند، یعنی اصل خیر، اصل برکت، اصل مالی که بخواهد به ارحام برسد، چه باب ارث باشد چه باب وصیت، این دیگه میتواند بر اثر اون معنای عام، جامعه عام، استثناء متصل باشد.
ولی این که غالباً استثناء را منقطع گرفتن، ولی این که بحث در میراث است و الا درباره وصیت است. الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، این کان ذالک فی الکتاب مسطورا، این تأیید میکند که اون فی کتاب الله میتواند مهر واسطه باشد برای هر سه جمله، یعنی در کتاب الهی هست. یعنی از نزد بشر نیست، من عند رسول نیست، مثل ما ینتوا عن الهواس، فرمودیم وحی الهی است، این سخن ماست، ما گفتیم، نه که پیامبر معاذالله گفته باشد. این فی کتاب الله هست و اگر تردید دارید مثل این بیارید، مثل ما ینتوا عن الهوا. بله دیگه، جاهلیت را وجود مبارک پیامبر به صورت عقلانیت در آورد، سواد را واجب کرد، همون طلب العلم فریضه، بر مردم کتابت را فراگیری نوشتن را واجب کرد. بعد فرمود وقتی چیزی میخرید، چیزی میفروشید، خانه میخرید، زمینی میخرید، یک کارهای مهمی میخرید، بنویسید. این کتابت را، تنظیم سند را رایج کرده. مالا میرید یک سرزمین میخرید، یک پیاز میخرید، این سند لازم نیست. اما وقتی معاملات مهم دارید، برای اینکه اشتباهی نشه، شکایتی نشه، مزاحم محکمه نشید، اینو بنویسید. اگر کسی خودش نمیتونه، دیگری املا بکنه، اون یکی بنویسه و اون نه کسی بنویسه خدا را رعایت کنه. خب این دینی که آمده بی سواد را با سواد کرده، گفته برای کارا رسمیتون سند تنظیم کنید بنویسید، این برای اصل دین، اصل کتاب، اصل وحی الهی قرآنش ننوشته. این که میگه خونه میخواه بخری سند تنظیم بکن، خونه میخواه بخریشی سند تنظیم بکنی، چند فرم شاهد بگرم، باید دین همجا رها کرده. خب طولانی ترین آیه قرآن همینه دیگه. در بخش پایانی سوره مبارکه بقره همین آیه است که فرمود اگر تجارتی دارید، کاری دارید و خرید و فروشی دارید، حتما باید بنویسید. حالا اگر در مسافرتی حکم خواست قاضی دارد، آیه 282 سوره مبارکه بقره که تقریبا یک صفحه تمام است، یا ایها الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، این یک، قرضی گرفتید، مالی گرفتید، مالی قرض دادید، سند تنظیم بکنید. ولی یکتب بینکم کاتبون بالعدل ولا یعب کاتبون ان یکتب کما علمه الله، خدا یادتون داده نوشتن رو، مبادا مضایقه کنید. فلیکتب ولیمر للذی علیه الحق ولیتق الله ربه، تا پایان. خب اینی که میگه شما قرض میدید، دیگه 10 دینار قرض میدید سند تنظیم کنید، یه چیزی میخرید سند تنظیم کنید، چیزی میفروشید سند تنظیم کنید، این هم جو دین شرحا میکنه بدون نوشتن؟ لا یعقد لا یعقد. اصلا اون اول هم که فرمود این کتاب است، دار کرد کتاب، زار کرد کتاب، زار کرد کتاب، زار کرد کتاب، مگه میشه وحی الهی هم جو رها بکنه بدون کتابت؟ این قطعیه، قطعیه است. حالا بیگانه البته از خارجی هزار به یک جو نمیخرن، هر چی میخواد بکه بکه، ولی دین آمده جهل را به عقل تبدیل کرده، به علم تبدیل کرده. شما اون وقت حساب کنید چند نفر در مکه قدرت نوشتن داشته، نوشتن برای اونا نوبر بود. حالا هر کسی قرض میداد، قرض میگره سند تنظیم میکرد، میفروخت، میخرید سند تنظیم میکرد. این دستور دین است. فرمود حالا خرید و فروش جزئیه، اینا دیگه سند لازم نیست. وقتی نون خریدید سند لازم نیست، اما وقتی قرض دادید، قرض میگیرید، خانه میفروشید، خانه میخرید، زمین میفروشید، زمین میخرید، سند تنظیم کنید. مزاحم محکمه نشید، به حافظهتون اکتفا نکنید، مزاحم دیگران نشید. وقتی نوشته باشه این دعواها کمه. اینها باید تو مسجدها گفته بشه. مسجد تنها جای این نیست که انسان بگه نماز بخون روزه بگیر، مسجد جایش اینه که نماز بخون روزه بگیر، وقتی چراغ قرمز توقف کن، بیش از سرعت مجاز نرو، به این موتور سوار بگن بیش از سرعت مجاز نرو، اینقدر پشت نده، اینقدر پس داده، اینا باید تو مسجد گفته بشه. این مفاتیح الحیات برای همینه، تنها مفاتیح الجنان به که ائمه نگفتن، که اینا هم اون گفتن دیگه. خب همونی که گفت اگه نافله بخونی اهل بهشتی، همون گفت اگه مزاحم فضا نشی، مزاحم راه نشی، سد معبر نکنی، این شیشه شکسته را برداری، همینه.
فرمود اگه کسی جلوی آتش سوزی رو بگیره، جلوی سیل رو بگیره، نظر آتش کنه کسی راسی بذاره، نظر سیل کنه کسی بذاره، فلاحل جنده. این را همون امیه گفتن دیگه، من رد ان قوم عادیت ما این او نار فلاحل جنده. اینا با تو مسجدها گفته بشه تا این شیعه ها، اینا که پیرو اهل بیتن و حرف اهل بیت گوش میدن، چه که گوش میدن بگن آقا سرعت ممنوع است، بعد چرا قرمز هست، نباید حرکت بکنی، چون تو مسجدها این حرفا نیست. اینا خیال میکنن دین کارآمد نیست. ما که تو مسجد سخنرانی میکنیم، تو مسجد امامت میکنیم، هم باید اون احکام اساسی عبادت رو بگیم، هم این کارآمدی دین رو بگیم. اگر اینها رو دیگران گفته بودن میگفتیم خب حرف دیگران است، اما همه اینها رو ائمه گفتن. اگر گفتار اینهاست، اینا رو خب باید بگیم تو مردم، به مردم بگیم چیز خریدید سند داشته باشید، به حافظه اکتفا نکنید. بسیاری از این پرونده ها در اصل که به حافظه اکتفا کردن، قرض دادن بدون سند، قرض دادن بدون شاهد، چیز خریدن بدون سند، چیز خریدن بدون شاهد. این آیه 282 طولانی ترین آیه قرآن است. شما زندگیتون رو سامان بدید دیگر. خب غرض اینه که این دینی که برای همه امور میگه سند تنظیم بکنید، 10 دینار قرض دادید سند تنظیم بکنید، این دین برای کتاب خدا سند تنظیم نمی کند، همینجوری رها می کند و می رود. این معقول نیست. خب معناش با تفسیر بود دیگه. لذا ائمه علیهم السلام فرمودن این که همین که تو دست مردم است، یک کلمه کم نشد، یک کلمه زیاد نشد. این آیه یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک، خب معلوم هست اگر فی علیه بود، همین عرب، همین هایی که تا هر جاش حاضرن اصل دین رو به هم می زدن، لذا ذات اقدس الله ناور که از تعمیر و اهل بیت علیهم السلام تو آیات قرآنی به صراحه نیاورد. همین شبستان مسجد اعظم بعد رحلت مرحوم بروجردی، منبر تدریس تو اون زاویه بود. امام رضوان الله در مسئله اصول وقتی به تحریف قرآن اشاره شد، خب امام مظهر ادب بود، نسبت فرمایشات بزرگان هر اشکالی هم داشت مؤدبان اشکال میکرد. مرحوم آخون رضوان الله در باب حجیت ظاهر قرآن اونجا دارد که گرچه اعتبار مساعد تحریف است، که حرفیست غیر عالمانه و غیر محققانه. امام رضوان الله ملاحظه فرمودید گاهی عصبانی میشد، اما عصبانیتش به صورت هم فقیهانه بود، اما اون جوری که اون روز عصبانی شد به نسبت به مرحوم اخون گفته بود که شما چی میگید، یعنی این آیات تو قرآن کریم بود و احدی از اهل بیت بهش استشهاد نکرد، نه در صحیفه نه در شورا. مردمی که قرآن رو مرتب میخوندن، تو نمازها میخوندن، خیلی حافظ قرآن بودن، این همه آیات ولایت درباره اهل بیت در قرآن بود و فاطمه زهرا سلام الله علیها به اون آیات استشهاد نکرد، حضرت امیر استشهاد نکرد، امام حسن امام حسین استشهاد نکردن، همه اینها به حدیث قدیر استدلال کردن، تو طیر مشی استدلال کردن، این همه آیات بوده بهش استدلال نکردن. این چه حرفی شما میزنید؟ این امر بیان الغی است، یعنی اگه کسی معاذ الله بگوید قرآن تحریف شده، مثل به 2 تا 5 تا از حق گوش دادن نداره نسبت به این حرفی. من کسی جرأت داشت دست به قرآن بزنه؟ خب پس بنابراین این امر بیان الغیه، اون چه که از اول تا آخر وحی بود همان است که الان ما در خدمتش هستیم. البته تفسیرش، تأویلش، باطلش، معانیش، معارفش پیش اهل بیت باید کمان بیش هر انداز که ارتباط پیدا کردیم بفهمیم. در این حضرت مطابق بود با اونی که حضرت امیر جمع کرد، این پیش همه بود و حضرت دید مطابق هست، وگرنه ممکن نبود اجازه بده این چیزی کم شده باشه، یک چیزی زیاد شده باشه، ممکنه ترتیبش برابر نزول باشه. یه جور الان شما بیدید اون تفسیر درودی که 12 جلد است، قرآن را به حسب نزول تفسیر کرده، یعنی اولین جلد تفسیر قرآن او که 12 جلد است از سوره مبارکه اقرا شروع میشه. خب این یک کاریست، معنی درش نیست که کسی قرآن را برابر با
نزولش تفسیر بکنه، اول سوره مکه رو ترتیب بکنه، اونایی که در سال اول بعثت، سال دوم تا سال 13 بعثت، و همچنین سوره مدنی رو اونچه که در سال اول هجرت تا سال دهم هجرت نازل شده تفسیر بکنه. اینا محضوری نداره، ولی قرآن همین است من البدعه الالخط، این میشه فی کتاب الله. بعد میفرماد به این که خب شما پیامبر، توی پیامبر و سایر انبیاء علیهم السلام دو تا عنصر محوری رو باید حفظ بکنید. یکی عقیده صحیح از توحید و وحی نبوت امثال زاده، یکی وحدت امتهای اسلامی، هم اون توحید همه جانبه همین وحدت همه جانبه. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، این پیمان غیر از اون پیمان عمومی است که در سوره اعراف آمده است که بیز اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، اون یه میثاق عمومی است، الست ربکم قالوا بلا. اما یه میثاق خاص است که از همه انبیا گرفتن عموما و از این پنج بزرگواری که جزء اولوالعزم گرفتن خصوصا، بیز اخذنا من النبیین میثاقهم و منکر، با اینکه حضرت زمانن متأخر است، نا بارکت حضرت را مقدم بر سایر انبیاء و اولوالعزم آوردن. و منکر و من نوحن و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا از همه انبیاء میثاقا غلیظا. این چه میثاقی است غیر از اون میثاق عمومی که اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم ارست و ربکم قالوا بلا؟ یه میثاق ویژه است که میثاق ویژه در سور متعدد قرآن کریم مشخص شد. سوره مبارکه مؤمنون این است: یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم و ان هذه امتکم امتن واحده. اول تا آخر جهان اسلام به معنای عام یک امت واحد است. شما مردم رو به وحدت دعوت کنید، کاری نکنید که مردم متفرق بشوند، کاری نکنید که مردم گرایش به تفرقه داشته باشند. در سوره مبارکه انبیا آیه 92 و 93 این است: ان هذه امتكم امه واحده و انا ربكم فاعبدون و تقطعوا امرهم بينهم. دیگران آمدند تفرقه کردند، جامعه را اربر اروا کردند و نگذاشتند این وحدت اسلامی سامان بپذیرد. همه شما موظفید این وحدت را حفظ بکنید و هرگز سخن از تفرقه و امثال ذلک نداشته باشید. آیه 81 سوره مبارکه آل عمران هم این است: به از اخذ الله و میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنون به و لتنصرونه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اصری و مانند. این یه میثاق ویژه است. این میثاق ویژه را دین به صورتهای گوناگون بیان کرده. فرمود همون طوری که شریعت اسلامی یک ستونی دارد به نام نماز، از صلات و عمود الدین، سیاست اسلامی هم یک ستونی دارد و اون مردمند و امت اسلامی هم. در اون عهدنامه مالک حجت مبارک حضرت امیر فرمود: و انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدت للاعداء العامت من الامه، یعنی عمود و شریعت از صراط و عمود و سیاست الناس مردم که نظام را نگه می دارن. همون طوری که لا صلات الا به طهاره، لا سیاست الا به درایه. اگر تو نماز ریا باشد این ستون لرزان است، اگر تو سیاست هم خدای ما کرده ریاکاری باشد این ستون لرزانه. طبق بیان نورانی حضرت امیر در نامه 53، عماد دین مردم هم، یعنی مسئله سیاست. طبق بیان نورانی رسول خدا، عماد و عمود و ستون شریعت نماز است که امیدواریم هم شریعت با ستون باشد
هم سیاست باستون. و الحمدلله رب العالمین.